استمرار قیام دانشجویان و مردم به پاخواسته در تهران و 18 استان دیگر در سراسر ایران. مسعود رجوی، پیام به دانشجویان انقلابی در سراسر میهن. برای حمایت از دانشجویان پیشتاز در تهران به پا خیزید. از هر دانشکده و هر دانشگاه یک کانون و پایگاه شورشی بسازید. خامنه ای باید برود. آتیشش بزنی، کسافتو. بعد دیکتاتو. ساشمه نیست، تیره بابا، ساشمه چیه؟ اورجانس، بلندش کنید، بلندش کنید، بلندش کنید، با تیر زدن. Hayır, 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 h
تخریب و به آتش کشیدن عکس‌های سردشقیم قاسم سلیمانی. سلیمانی قاتل، رهبرش هم قاتل. آتیش کشیدن بنر قاسم سلیمانی Money!
بزرگداشت قربانیان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری توسط پاسداران خامنه ای. اشرف 3، یک شنبه 22 دی 98. برای بزرگداشت 176 انسان بیگناه که به دست سپاه پاسداران خامنه‌ای در فاجعه سقوط هواپیما در روز چهارشنبه 18 دی قربانی شدند، اینجا دور هم جمع شدیم. جمع شدیم که مجدداً اعلام کنیم که مجاهدین مقاومت ایران و مردم ایران نمی‌بخشند و نه فراموش میکنند. هنوز سراسر ایران و خانواده ها از داغ 1500 شهید در قیام آبان ماه بیرون نیامدند و هنوز اجازه برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشون به اونها ندادند. در همین شرایطی که داغ و درد دلخراش دیگری برای مردم ایران فرا رسیده و اون هم کشتار ناجوان مردانه 176 تن در فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری. و باز در همین ایام دیشب دیدیم که دانشگاه ها و جوانانی که برای بزرگداشت یاران جانباختشون، یاران جانباخته و مظلومشون جمع شده بودند، چگونه با حمله و هجوم با گاز اشکاور و آبپاش مزدوران ولایت فقیه مواجه شدند. اما اشکهای تک تک بازماندگان و خانواده های این عزیزان و همچنین خشم و عصیان یاران آنها در دانشگاه ها و در سراسر شهرها دوباره نشان داد که مردم ایران نمی‌بخشند و نه فراموش می‌کنند، نه آرام می‌شوند و نه به گوشه می‌روند، بلکه همچنان در صحنه هستند و می‌غرند و می‌گویند که مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور و مردم ایران دیکتاتوری حاکم بر ایران را نمی‌خواهند. دیروز و امروز در دانشگاه ها، در شهرهای مختلف از تهران تا شهرهای دیگر ایران مجددا نشان داد که
هرچه کشتار و سرکوب علیه جوانان و مردم ایران و جوانان شورشی و دانشجویان به پا خواسته افزایش پیدا کند، پرقدرت‌تر و خشمگین‌تر و شورشی‌تر به میدان می‌آیند. دیروز مردم و به خصوص جوانان و دانشجویان به ولی فقیه قاتل جواب دادند. دیروز صحنه‌های دانشگاه‌ها در تهران و سایر شهرهای ایران و فریاد مردم و دانشجویان و جوانان شورشی، همچنین قانون‌های شورشی دلاور، گوشه‌ای از این خشم و عصیان و اراده بود برای سرنگونی رژیم آخوندی و سرنگونی خامنه‌ای که سرمنشأ همه بلاها و نابسامانی‌های مردم ایران است. الان صدای شما را مردم ایران و خانواده‌های داغدار می‌شنوند و بدانید که چقدر پشتگرم و دلگرم هستند به این پشتیبانی عظیم شما مجاهدان پیشتاز. واقعیت این است که الان ولی فقیه زهر خورده مثل مار به خود می‌پیچد که چطور دود و دم فراهم شده در جنازه گردانی دشخیم سلیمانی یک شبه برباد رفت. البته مسئول این جنایت و کشتار فاجعه بار خامنه ای و سپاه جرارش بود که یک هواپیمای مسافربری رو این چنین هدف موشک قرار دادند و باید به خاطر این کشتار محاکمه شوند. و درود بر دانشجویان که شب گذشته فریاد مردم ایران را برای سرنگونی ولی فقیه برای هزارمین بار سر دادند. درود 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 درود. و همچنان که مسعود گفت، حالا دانشجویان و مردم ایران خواهان استعفا، برکناری و سرنگونی خامنه ای و رژیم پلید ولایت فقیه هستند. درود بر مسعود که در همه این روزها و در همه این سالها صدای بلند مردم ایران و پیشتازان اون، صدای مردم به جان آمده و صدای مردم سرکوب شده است و در هر بزنگاهی صدای آنها را به اوج می رساند و همه آنها را دلگرم می کند. صدای رسای مسعود در این شرایط نویدی شد برای امید، پیروزی و روز حساب از دشخیمان، از جلادان و از سرکوبگران در 40 سال گذشته بر مردم ایران. بنابراین بر همه شما مجاهدین، بر شما پیشتازان مردم ایران، بر مقاومت ایران، بر کانونهای شورشی و بر مردم ایران درود که در همه بزنگاه‌ها حاضر و ناظرید و اجازه نمی‌دهید که صدای مردم ایران خاموش گردد. درود بر همه شما. مسعود رهبر ماست، پیروزی از آن.
خلق، سلام بر آزادی. زمان در هم کوبیدن رژیم ضد بشری فرا رسیده است. درود بر همه شما. شورشی جنگاور حاضر حاضر تا آخر. شورشی جنگاور حاضر حاضر تا آخر. شورشی جنگاور حاضر حاضر تا آخر. دشمن است و زنگ خاره ای من اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 23 دی 98.
اعتراضات و تظاهرات برای سومین روز متوالی ادامه می‌یابد. تیراندازی نیروهای سرکوبگر و دستگیری شماری از دانشجویان و تظاهرکنندگان. فراخوان خانم مریم رجوی به اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان و ارجاع پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت و قرار دادن سردمداران این رژیم در برابر عدالت. ظهر دوشنبه 23 دی ماه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای سومین روز به اعتراضات خود ادامه دادند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، دانشجوی با غیرت صاحب عزاست امروز، توپ تانک فشفشه، آخون باید کشتشه و نخبه هامونو کشتن، آخون به جاش گذاشتن، خشم و نفرت خود را از رژیم آخوندی ابراز کردند. در یک تحول دیگر دانشجویان دانشگاه بابلسر دست به تجمع زده و شعار می دادند به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستمگر. فاشیسم دینی حاکم با تدابیر گسترده سرکوبگرانه تلاش می کند از ادامه تظاهرات و اعتراضات جلوگیری کند. روز یک شنبه نیروهای سرکوبگر به دستور خامنه‌ای با باتون و گاز اشکاور و تیراندازی به تظاهرکنندگان یورش بردند و شماری را مجروح کردند. شمار زیادی از دانشجویان و اعتراض کنندگان در تهران و برخی از شهرها مانند کرج، مشهد، زنجان، بابل، رشت، گرگان، تبریز، کرمانشاه و کاشان دستگیر شدند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، دبیر کل و شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان و ارجاع پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت و قرار دادن سردمداران آن در برابر عدالت فرا خواند. کنوانسیون ایرانیان در کالیفرنیا، حمایت از قیام مردم ایران و کانونهای شورشی و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت.
Thank you very much. Thank you all very much. 40 years of lost freedom, raising successive generations in poverty and want, a great people on their knees, a great culture compromised. There is no power on earth so great that it will long quench human freedom. I know the mullahs look powerful, sitting on their thrones, killing innocent people, murdering opponents, suppressing freedom. Yeah, they look powerful. I heard that. The ash heap of history is full of people like the mullahs. When you hear Mrs. Rajavi talk about the inevitability of change, she's talking to you from a perspective of history, not theory. And in this cause, we all have a role to play. Whether you're in California or the streets of Tehran, we all have a role. Every check you write as a donation is a bullet. Remember what your heritage means and understand how you can change the world, because it is in your hands. Those hundreds of young people who died in the last months in the streets of cities across Iran did so believing that there were people in the world standing behind them. You! They believed they were not alone. They believed they had you and people like you. They died believing they were in solidarity of a cause greater than themselves. And they were right. If you stay here, if you pledge to never give in and never give up, the day we waited for, when people in Iran would say enough, has arrived. The day when the United States government would stop appeasing has arrived. But I don't want to look to that day without also remembering how we got to this final moment. First, to those who hear our voices in Camp Ashraf 3 in Albania, you were there in Iraq when the Revolutionary Guards were hurling missiles upon you and killing your brothers and sisters. Thank you for your courage. You are the point of the spear. You never gave in. Iranian history will never forget you. To Mrs. Rajavi, who has seen her life imperiled from the day she took up this cause, who didn't give a minute or an hour or a year of her life, but her entire life to the cause of Iranian freedom, Iranian history will have a page for you for as long as people write history itself. I want to hear from every one of you now. Will you pledge every day to do one thing to free your homeland? Thank you. One thing each day, multiplied by a million Iranians all across America, 10 million all across the Western world, one thing every day, every person, another message, another statement, another dollar, another stand. It's a tidal wave of change. It's a mountain of activity.
It is a force that no dictator can ever counter. Now, finally, having spoken to the people of Iran, to the diaspora, to you, I want to say a word to the American media and my fellow Americans who may not share your heritage. When it comes to ending the regime in Tehran, watch not simply what we say, but what we do. There is not a division in the United States about bringing down the regime in Tehran. We are united as a people, Democrat and Republican, liberal and conservative. We want the destruction of the regime in Tehran. We are one people with one policy to destroy the regime in Tehran. We are one. These mullahs will see their end. They will see it soon. You have lived to see a free Iran. It is here. It is unfolding before your eyes, even when you cannot see it. God bless you. Thank you for having me. Next year in Tehran. Ladies and gentlemen, the world stands at a crossroads, and the cause of freedom in Iran hangs precariously in the balance. For more than four decades, global powers have borne witness to the Islamic Republic of Iran's terrorism and repression, belligerence and hostilities. We've witnessed human rights abuses and hostage takings and proxy violence. We've seen arms shipments and the export of fundamentalism. And in recent months, we've watched as the regime has arrested and detained thousands upon thousands of protesters. But we've also seen courageous acts of resistance by the Iranian people. The regime and all that it has come to represent is finally being exposed for the world to see. But now the world has a choice to make. Will we support the aspirations of the Iranian people for a more peaceful and liberal and democratic future? Or will we continue to appease the murderous mullahs in Tehran? Let me be absolutely clear. I am proud to stand with the Iranian people in their quest for freedom and democracy in Iran. This summer, I had the great privilege, along with some of the speakers who you've heard from tonight, of joining a bipartisan delegation of senior U.S. officials who embarked on a fact-finding mission at Ashraf 3, the MEK's new home in Albania. Our delegation included four-star generals, Democrats and Republicans, independents, liberals and conservatives, foreign policy experts, sitting members of Congress, former cabinet members, ambassadors, intelligence experts, military officers, governors, academics, and human rights advocates. Joining us in Tehran were more than 350 dignitaries from 47 countries. During our trip, we gathered firsthand insights about the principal opposition to clerical rule. And we concluded what scholars have long understood, but Washington has been reluctant to acknowledge, and that is that the Ayatollahs are not a permanent fixture of the Middle East landscape.
Iran fears its people more than anything else, and the regime in Tehran is more vulnerable than ever before. What our delegation witnessed was truly extraordinary and deeply promising. We saw with our own eyes a cohesive, organized political opposition movement with a long history of struggle against fundamentalism and dictatorship, guided by a gifted female leadership with a well-defined political platform and an intricate network of passionate supporters both inside Iran and around the world. It was like looking into Iran's democratic and pluralistic future. During our visit, we were given unfettered access to the camp's facilities and its residents. I want to share one brief story with you this evening that exemplifies what we saw during our five-day stay. After a long day of speeches and panel discussions and media appearances, the members of our delegation were invited to a dinner that was to be hosted by the young women at Ashraf 3. We had no idea what to expect. But the women we encountered that evening, they were confident and deeply, deeply committed. The women we encountered told stories of the unspeakable horrors that they and their families had encountered at the hands of the Ayatollahs. They spoke of the regime's torture and executions, human rights abuses and violence. We witnessed their bravery and their courage and their resilience and their abiding commitment to the cause of freedom in Iran. Following our trip, I went to the American delegation and I told them that I want to write a book about what I saw during my five-day stay with the opposition. The leaders of the American delegation sat me down, looked me in the eye, and they said, "You need to write a book about what we all saw during our stay with the Iranian opposition." Ladies and gentlemen, tonight I am proud to report that this book, titled Iran's Resurgent Resistance, was just published by the Iran Policy Committee. The book has already received advance praise from senior leaders in the U.S. intelligence community and the Department of Homeland Security and the Department of Defense and the Department of State. I opened my remarks this evening by noting that we stand at a crossroads. We must speak with one voice, and we must declare that there is a viable alternative to theocratic rule in Iran. Freedom and democracy are within reach. Ladies and gentlemen, I dedicated my book, our book, to those struggling for freedom in Iran and around the world. And today, in your presence, I rededicate myself to this noble cause. تلویزیون CBS گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز شهر لس آنجلس چگونه میتوان رژیم را تغییر داد؟ خبرنگار CBS از لس آنجلس گزارش داد ایرانیان در مرکز شهر لس آنجلس یک گردهمایی برگزار کردند و به این که چگونه میتوان رژیم را تغییر داد پرداختند. آنها به ما گفتند که تظاهرات را یک نقطه عطف در ایران میدانند. Chris and Sarah, more than 1,000 advocates met today in downtown Los Angeles to consider how recent events might lead to regime change. Some telling us they see this as a turning point in Iran.
The world is watching as striking images emerge of thousands of young students filling the streets of Iran after the government's admission to shooting down a Ukrainian passenger plane. بعد از آن که رژیم ایران پذیرفت یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده و تمامی سرنشینان آن را کشته است، هزاران دانشجوی جوان خیابان‌های ایران را پر کردند. خبرنگاران بین‌المللی گزارش می‌کنند که این قیام حتی شجاعانه‌تر از آنچه در دوران اخیر مشاهده شده است می‌باشد، در حالی که برخی از تظاهرکنندگان خامنه‌ای را قاتل می‌خوانند و حتی خواستار مرگ او می‌باشند. In Los Angeles, where more than 1000 people attended the California Convention for a Free Iran, young people here are paying attention to the خبرنگار CBS از کنوانسیون لس‌آنجلس گزارش داد. در لس آنجلس در کنوانسیون کالیفرنیا برای ایران آزاد شرکت کنندگان سرنگونی هواپیمای مسافربری و کشتن قاسم سلیمانی را به عنوان لحظه تعیین کننده ای می‌بینند که نهایتاً به تغییر رژیم ایران خواهد انجامید. پاتریک کندی به سی بی اس گفت: اکنون در ایران در حاکمیت بدترین دولت حامی تروریسم در جهان، بدترین چیزی که ممکن است در جریان است. There could be nothing worse than what's currently happening in Iran as the worst state sponsor of terror in the world. امیر عمادی میگوید قاسم سلیمانی پدر او را در یک کمپ پناهندگی در سال 2013-1392 کشته است. او گفت در یک طرف مردم شجاعی قرار دارند که می‌خواهند تظاهرات کنند، زیرا این فرصتی برای سرنگونی ملاهای حاکم است، اما در طرف مقابل ماموران رژیم هولناک قرار دارند که جوانان زیر 13-14 ساله را به ضرب گلوله می‌کشند. خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و رویترز نیز عکس‌هایی از کنوانسیون برای ایران آزاد در کالیفرنیا مخابره کردند. به دلیل خبرها توجه فرمایید. جاری شدن سیل در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان خسارات سنگینی به هموطنان محروم این مناطق وارد کرده است. حداقل 3 تن از هموطنان جان باختند و در سیستان و بلوچستان 400 روستا در محاصره سیل قرار گرفته است. راه‌های ارتباطی بسیار روستاها لنگر شده است. راه آهن چابهار زاهدان به زیر آب است. ساکنان بسیار به ترک خانه های خود شدند و نیازمند کمک های فوری هستند. در هرمزگان یک هم بس و بسیاری منازل این شهر را فرا گرفته است، در حالی که حکومت آخوندی دار و ندار مردم ایران را صرف سرکوب و پروژه‌های ضد ایرانی اتمی و تسلیحاتی خود می‌کند. سرکردگان همین رژیم معترفند که در این مناطق امکاناتی مانند بولدوزر، لودر، گریدر و بیل مکانیکی برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی و روستایی وجود ندارد و 90% پست‌ها در هلال احمر استان بلا تصدی است. بددیده در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان از مردم و جوانان غیرتمند جنوب کشور خواست به یاری سیل زدگان در این مناطق بشتابند. خانم هزار و یا آخوندها هیچ کمکی به مردم نمی کنند. در سیل زدگان وجود ندارد. این رژیم همه و یا
و مردم ما را در بی‌دفاع داشته است. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی شعارهای دانشجویان و مردم ایران علیه خامنه‌ای و پاسداران جنایتکارش را شعارهایی توصیف کرد و با غیظ و سوزش نوشت: خیلی هم ناخوش است احوال. بیش از یک هفته سوگ سیاه و این پیراهن از تنمان در نمی آید. آنچه در مجازی دارد موج می زند و بعد کلمات و پست ها بوی آلبانی می دهد. این منبع حکومتی می افزاید: آنچه شنبه شب بوی داد، آنچه شعار همه که بکتند و نمی توانیم بپذیریم چون این قدم بگذارند. رئیس جمهور امریکا رژیم آخوندی هشدار داد معترضان ایرانی را نکشد و دنبال سلاح هسته‌ای نباشد. وی تاکید کرد مذاکره با این رژیم برایم اهمیتی ندارد. دونالد ترامپ نوشت مشاور امنیت ملی عنوان کرد تحریم ها و اعتراضات رژیم ایران را به شدت تحت فشار قرار داده است و آنها را مجبور به مذاکره می کند. اما واقعیت این است که اصلاً اهمیتی ندارد که آیا آنها مذاکره می کنند یا نه. این خود است. با آنها می گویم سلاح‌هسته‌ای ندارید و معترضان را نکشید. تلویزیون فاکس نیوز گزارش داد مقام های کاخ سفید میگویند اکنون زمان ایستادن در کنار مردم ایران است. کاخ سفید و جامعه جهانی خواستار نظارت بر اعتراضات و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری در ایران هستند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت ما از آمال و آرزوهای مردم ایران حمایت می‌کنیم. یک رژیم بسیار فاسد بر ایران حکومت می‌کند و مردم ایران در برابرش ایستادند و سعی می‌کنند آن را مورد حسابرسی قرار دهند. فاکس نیوز افزود ملی کاخ سفید نیز گفت تای قبلی آمریکا که حمایتی از تظاهرات مردم ایران به عمل نیاوردند، دونالد ترامپ در تمام طول ریاست جمهوری خود روشن ساخته که در کنار مردم ایران و رژیم ایران نیستد و ما به این کار ادامه خواهیم داد. آسوسییتد پرس گزارش داد رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید در 3 کانال تلویزیونی بر کمپین فشار حداکثری بر رژیم ایران تاکید کرد و گفت رژیم ایران بر اثر تحریم های اقتصادی تحت فشار زیادی است و قطع منابع نفتی آن را به وضعیت خفگی رسانده است. این رژیم به خاطر فشار حداکثری و همچنین بی‌لیاقتی در حال وارفتن و از هم گسستن است و مردم ایران کاسه صبرشان لبریز شده است. اوبراین گفت مردم ایران به زودی این توان را خواهند داشت حکومتی را که می‌خواهند انتخاب کنند و توسط رهبرانی که خودشان انتخاب می‌کنند حکومت شوند. وال استریت ژورنال نوشت خشم ایرانیان معترض خامنه ای را هدف قرار داده است. اعتراف رژیم ایران به اینکه هواپیمای مسافربری اوکراینی را سرنگون کرده است به سرعت خشم ایرانیان را برانگیخت. خشمی که رهبری این رژیم را هدف قرار داده است. نیروهای امنیتی در تهران برای متفرق کردن معترضان که به خیابان‌ها آمده بودند گاز اشکاور شلیک کردند. وال استریت ژورنال افزود معترضان سران رژیم ایران را به خاطر بیکفایتی و دروغگویی محکوم کردند. تظاهرکنندگان در بیرون دانشگاه امیرکبیر در پایتخت گرد آمدند و برخی مردان جوان پوسترهای قاسم سلیمانی را پاره کردند. یک معترض جوان
با اشاره به قاسم سلیمانی گفت آنها یک کارناوال سه روزه برای یک نفر راه می اندازند، اما در مورد 176 نفر برای سه روز دروغ می گویند. در تهران تظاهرکنندگان علیه سران رژیم ایران شعار دادند و فریاد آزادی آزادی سر دادند. خشمگین ایرانی خواستار کنارگیری خامنه ای شدند. بعد از اینکه دولت خط عوض کرد و پذیرفت که یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده که باعث مرگ 176 سرنشین آن شد، تظاهرکنندگان ایرانی یک شنبه شب بی‌اعتنا به حضور سنگین نیروهای انتظامی به اعتراض پرداختند. ویدئو آنلاین نشان داد که معترضان شعارهای ضد حکومتی فریاد می‌زدند. بر اساس فراخوان قبلی بسیاری از آنها که میدان آزادی گرد آمدند. ویدئوهای دیگر حاکی از اعتراضات مشابه در سایر شهرهای ایران بود. معترضان خشمگینانه خواستار کنارگیری خامنه ای شدند. ادامه خبرها. علی روی دولت آخوند روحانی که در توجیه دروغ پردازی هایش راجع به علت سقوط هواپیمای مسافربری به دروغ پردازی های دیگر وصل شده بود، حتی نتوانست رسانه های تحت سانسور حکومتی را قانع کند. بعد از تقریبا سه روز با خبر شدیم که این هواپیما در نهایت تأسف با آتش پدافند غیر آمدانه خودی ساقط شده است. دغدغه دیگر ما این است که چگونه این لطمه بزرگی که به اعتماد عمومی مردم و مرجعیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی کشور وارد شده است را جبران کنیم. در این ماجرا انتقادات زیادی در این روزهای غم‌انگیز متوجه مسئولان و مقامات زیربط کشور شد. برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم. حتی در بیانیه‌ای که من در پنجشنبه شب منتشر کردم برداشت عدم صداقت صورت گرفت. اول لطفاً بفرمایید چرا واقعاً استعفا نمیدید؟ هم شما هم بقیه کسانی که در این زمینه دخیل بودن و اطلاعات اشتباه به مردم دادن و دیگران رو متهم کردن. و دوم اینکه به نظرم شما هنوز هم شفاف نیستید با مردم. رسانه‌های حکومتی از حذف فله‌ای کاندیداهای سرسپرده در نمایش انتخاباتی مجلس رژیم خبر دادند و نوشتند صلاحیت حدود 80 تن از اعضای فعلی مجلس توسط شورای نگهبان تایید نشده است. از جمله اعضای مجلس ارتجا علی مطهری، بهرام پارسایی، جلیل رحیم‌آبادی، عزت‌الله یوسفیان ملا، قاسم احمدی لاشکی، حمیده زرابادی، محمد علی وکیلی، محمد جواد کولیوند، بهروز نعمتی، محمد رضا تابش، نقوی حسینی، نادر قاضی پور، الیاس حضرتی، محمود صادقی و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در میان رد صلاحیت شدگان دیده می شوند. پاسدار علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس رژیم، جهانبخش محبی‌نیا، حشمت الله فلاحت پیشه نیز از جمله کسانی هستند که ثبت نام نکردند. در آذربایجان غربی از 531 ثبت نام کننده تنها 150 تن تایید صلاحیت شدند. در جلسه روز دوشنبه مجلس رژیم یک عضو مجلس آخوندی درباره شوک هلاکت قاسم سلیمانی و شوک حذف‌های فله‌ای شورای نگهبان ارتجا گفت ما میتونستیم که این حوادثی که اتفاق افتاد نمیافتاد و ما به عنوان یک وحدت استفاده میکردیم در این موقع انتخابات، ولی متاسفانه خب شوکی وارد شد، به شوک بسیار بسیار عظیمی تو این 40 سال کار من. مهمترین شوکی که من وارد شد شهادت ایشون بود و اما شوک بعدی این صلاحیت ها و رد صلاحیت ها
برادران بیش از 90 نفر یک سوم این مجلس رد صلاحیت شدن، 40 نفر ثبت نام نکردند. بینندگان عزیز، در پایان خبرهای این ساعت، سخنرانی مسعود رجوی در دانشگاه تهران با عنوان آزادی فلسفه انقلاب در دیماه 1358 پخش می شود.